آماده هستید دوستان من روزه بخونیم، یک کمی آرامش شما رو به هم میزنم، ولی فدای اهل بیت بشم. آدم میره خونشون، آدم میره حرمشون، چه آرامشی پیدا میکنه؟ ظاهرش ناآرام میشی، گریه میکنی. بزرگترین ظلم اینه که یه بچه ای رو آرامشش رو به هم بزنی. یا ابا عبدالله، اعظم مصائب بودن کربلا به خاطر تیرها و نیزه هایی است که به دلیر مردان حماسه عاشورا خورده، یا به خاطر این تازیانه ها و سیلی هایی که به بچه ها خورده. یعنی مصیبت به خاطر این عظمت پیدا کرده که دستای ابوالفضل العباس رو قطع کردن. عباس ماشاءالله ولی خداست دیگه، برای خودش کوهی در معرفت و ایمان. میگن دستاشو قطع کردن، اصلا نگاه نکرد دستش کجا افتاد. اونی که میگن فوقف العباس، عباس ایستاد، در اثر زدن دستای ابوالفضل نبود، در اثر عمود آهن به فرقش نبود. تا وقتی حرکت میکرد که کسی نمیتونست عمود به فرق عباس بزنه، وقتی ایستاد عمود آهن زدن. نمیدونم چرا مجلس رقیه سه ساله ابا عبدالله الحسین باید حتما یه یادی از ابوالفضل العباس بشه. اونی که نوشته فوقف العباس، مال لحظه ای بود که تیر به مشک عباس زدن. ابوالفضل دستشو بزنن، این اعظم مصائبه. اصلا عباس ابن علی متوجه این فضاها نیست، چی کار داره با این چیزا؟ هیچ یک از اصحاب ابا عبدالله الحسین، لا اله الا الله، به خدا عباس امروز خون گریه میکنه. هیچ کدوم از اصحاب ابا عبدالله الحسین در روایت داره درد زخم شمشیر نکشیدن، نچشیدن. فریادهایی که ما میزنیم به خاطر بی‌حرمتی هایی است که کردن. اعظم مصیبت اینه که یک بچه کوچولویی رو تناب به گردنش ببندن، بزرگترش رو بزنن، تو خرابه اونا رو بلشونن.